فساد و رانت در مؤسسات مالی، حیات خلوت جنهای خوب و استیصال مال باختگان. مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. تجمع مالباختگان مؤسسه مالی در مقابل دادستانی تهران با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. شماری از مالباختگان مؤسسات مالی با حضور در نمایشگاه مطبوعات علیه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی شعار مرگ بر سیف سر دادند. مالباختگان معترض مقابل ساختمان قوه قضاییه در بلوار کشاورز تهران شعار می‌دادند اسلام و پله کردن، مردم و ذله کردن، یا حجت ابن الحسن کلیدو بگیر از حسن. چنین خبرها و گزارش‌هایی طی یکی دو سال اخیر همواره در صدر اخبار مربوط به ایران قرار داشتند و تقریباً روزی نیست که مطلبی در این زمینه مخابره نشوند. اما به راستی داستان این فساد گسترده و سیستماتیک چه بوده؟ چگونه حاصل سالها دسترنج یک خانواده زحمتکش طی مدت کوتاهی در این مؤسسات مالی دود شد و به هوا رفت؟ ماجرا از کجا آغاز شد؟ فاجعه سازمان‌های مالی در ایران یک کلاهبرداری سازمان یافته بود که بعد از در زمان اواخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ما دیدیم که شاهد این بودیم که سازمان‌های مالی یکی بعد از دیگری به وجود آمدند و به خصوص در دوران ریاست آقای خاتمی و بعد آقای احمدی نژاد تعدادشون بیشتر و بیشتر شد و به 6000 تا رسید. این 6000 سازمان که در اصل تشویق میکردن مردم ایران رو که دارایی‌شون رو بهشون بسپرن و اعتماد بکنن بدون هیچ مجوزی و بدون به خصوص هیچ نظارتی از طرف بانک مرکزی ایران یا نهادهای دولتی کار میکردند. حتی بعد از سال 83 که قانون تنظیم بازار مالی تصویب شد، حتی بعد از این قانون هم این سازمان‌ها بدون مجوز و بدون هیچ نظارتی کار می‌کردند. در زمان مالباختگان کاسپیان، مقابل مجلس فعالیت چنین مؤسساتی از اواخر دهه 1360 و با تأسیس شرکت‌های مضاربه‌ای در ایران آغاز می‌شود. از دهه 1370 اما تعاونی‌های اعتباری، مؤسسه‌های قرض‌الحسنه و مالی، صرافی‌ها و مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری به صورت گسترده‌ای تأسیس می‌شوند و تعداد و دامنه فعالیت آنها در دهه 1380 به شدت افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که همچون قارچ
در این شهر و آن شهر، این خیابان و آن کوچه سبز می شود. فساد ناشی از مؤسسات مالی در جمهوری اسلامی یکی از مظاهر اقتصاد بیمار ایران است. صحبت بر سر یک بحران زودگذر و استثنایی نیست، بحث بر سر یک بیماری شدید است که به قول یکی از وزیران دولت آقای روحانی مثل موریانه اقتصاد کشور رو از درون میخوره. البته مؤسسات مالی در تمام کشورها از جمله در کشورهای پیشرفته صنعتی با بحران روبرو میشن. ما الان در ماه سپتامبر دهمین سال ورشکستگی مؤسسه لیمان برادرز در آمریکا، قول بزرگ مالی ایالات متحده آمریکا رو برگزار کردیم و مطالب زیادی در این زمینه منتشر شد. لیمان برادرز ورشکست شد و از این ورشکستگی ایالات متحده آمریکا درس‌ها آموخت. در عوض اون چیزی که در ایران میگذره برخلاف لیمان برادرز یک پدیده استثنایی نیست، یک بیماری ریشه دار است که مداوای اون نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است در سیاست ایران، در اقتصاد ایران و همینطور در وضعیت حقوقی و روابط بین المللی ایران. خب سر و کله این مؤسسات مالی از بعد از پایه‌گذاری جمهوری اسلامی پیدا شد، ولی اصولا گسترش این مؤسسات، افزایش شمار اونها از نیمه دهه 1370 شروع شد. بعد در دهه 1380 شمار این مؤسسات به اوج رسید و اینها با عناوین مختلف به میدان آمدند، به صورت صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، لیزینگ یا حتی صرافی و بانک، و اسامی دهن پرکن مذهبی هم برای خودشون انتخاب کردند مثل سامن الحجاج، صالحین، کوثر یا انصار المجاهدین و غیره. و بعد هم همونطور که عرض کردم این مؤسسات شماری از اونها به بانک تبدیل شدند. اینها از نهادهای گوناگون مجوز گرفتند، بعضی هاشون از اداره اماکن، بعضی هاشون از وزارت تعاون، حتی بعضی هاشون از بانک مرکزی ایران مجوز دریافت کردند، به صورت شرکت به ثبت رسیدند و در این شهر و اون شهر شعبه باز کردند. و بالاخره میدونیم که در دهه 1390 هست که تشت رسوایی این مؤسسات از بام میفته، صدها هزار نفر و به روایتی بین 5 تا 6 میلیون نفر مال باخته به وجود میان و گروهی مرکب از صاحبان امتیاز در جمهوری اسلامی که در رأس این مؤسسات هستند با بالا کشیدن سپرده های این مال باختگان به ثروت های افسانه‌ای دست پیدا می کنند که بخشی از این ثروت هم به صورت ارز منتقل میشه به خارج. این مؤسسات مالی یکی از رسواترین تبهکاری ها رو در عرصه فعالیت های بانکی در ایران رقم زدن. مؤسسات مالی مورد نظر به صورت های گوناگون این پسنداز ها رو تصاحب می کندن. اونها وام های کلانی رو قرار می دادن در اختیار همدستان خودشون، وام هایی که هیچگاه پرداخت نمی شد ولی همچنان در ترازنامه این مؤسسات به عنوان دارایی وجود داشت. این همون چیزی هست که به اون میگن دارایی های سمی، یعنی دارایی هایی که وجود خارجی ندارن ولی در ترازنامه بانک ها باقی میمونن. دارایی سپرده گذاران در عرصه های گوناگون، مثلا ساخت خانه های لوکس به کار میفته و یا پرداخت سودهای کلان به سهامداران این مؤسسات. در همون حال این مؤسسات با جذب سپرده های تازه به سپرده گذاران قبلی سود پرداخت میکردن. ولی این وضعیت طبعا نمیتونه مدت درازی ادامه پیدا بکنه و جنبه ابدی به خودش بگیره. بالاخره یک موقع میشه که دریافت سپرده از سپرده گذاران تازه کفاف پرداخت سود و اصل سپرده های گذشته رو نمیده. از حدود سالهای 92 و 93 شمسی زخم چرکین دهان باز کرد و شکستگی مؤسسات مالی یکی بعد از دیگری شروع شد، از کاسپیان گرفته تا سامن الحجج و آرمان وحدت و غیره و غیره. شمار زیادی از مال باختگان دست به تظاهرات زدند، اونهایی که دیگه نه سودی دریافت میکردند و حتی
از اصل پسندازهاشون هم خبری نبود. زندگی چه فروخته گذاشته اینجا، بعد بعضی ها گردن گروه سرمایه همه مرد خوردن، حالا میگن برای نمیدی، برای که نمیدن جهنم، از اصلش هم کم میکنی. آخه این درسته، فقط به فکر انتخابات بودن و به فکر فلان بودن، به فکر خودشونه. بخورا همش دوزیه، همش دوزی، همش دوزی. یک وفاق و همدلی کامل بین تمام سه قوه کشور برای این چالش اساسی که امروز در مؤسسات اعتباری و تاوانی‌های اعتباری که در سراسر کشور داریم وجود داره، به خاطر اینکه ما بتوانیم حق و حقوق مردم رو کاملا رسیدگی بکنیم و هیچ حقی تضییع نشد. آنچه که در این موضوع برای رسیدگی و تسریعی که انجام بشود، بخشی از تاوانی‌های اعتباری که امروز در سراسر کشور دارن، سپرده‌گذاران اونها سپرده‌گذاران خرد و کوچک هستند که خوشبختانه توافق شد که بانک مرکزی از هفته آینده انشالله بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک رو در اسرع وقت پرداخت بکنه و به مرور این رقم رو افزایش خواهد داد که هیچ یک از سپرده‌گذاران ما دغدغه نداشته باشند که مطالباتشون در واقع تضییع خواهد شد. امروز 17 مهر 1396 تحصن سپرده‌گذاران مظلوم کاسپیان و شرایط این عزیزان به جرم اعتماد به مجوز بانک مرکزی. به دلیل خلأ قانونی درباره فعالیت این مؤسسات، آنها به ساده ترین شکل ممکن با اخذ مجوز از وزارت تعاون و گاه حتی نیروی انتظامی کار خود را شروع کردند. فعالیتی کاملا خارج از نظارت و کنترل بانک مرکزی. انتظار می رود که مؤسسات مالی پس از تصویب قانون موسوم به تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال 1383 برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند، اما با این حال اغلب آنها با استناد به تبصره یک از ماده یک این قانون اقدامی برای دریافت مجوز بانک مرکزی انجام نمی دهند. این تبصره می گوید که بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند، به موجب مفاد همین قوانین ادامه فعالیت خواهند داد. یعنی عملاً هیچ کارکردی برای سر و سامان دادن به مؤسسات مالی ندارند. خوشحالم که الان در شرایطی هستیم که میتونیم بگیم هیچ مؤسسه غیر مجاز فعالی رو در کشور نداریم و این یه دستاورد بسیار بزرگه. در همون روزهای اول دولت 11 یکی از برنامه‌هایی که برای بانک مرکزی ترسیم شده بود این بود که ما بتونیم در یه دوره 4 این دستاورد رو حاصل کنیم و بتونیم بازار پول کشور رو و سیاست‌های پولی رو قابلیت اجرا و عملیاتی شدن بهش بدیم. در زمان فعالیت این گونه مؤسسات همچین چیزی امکان پذیر نبود، ولی الان خوشبختانه این حاصل شده. همزمان با به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و افزایش شدید بهای نفت، کارشناسان اقتصادی نسبت به ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی، استفاده غلط از درآمدهای نفتی و تبعات ویران کننده آن هشدار می‌دهند. هشداری که توسط علی خامنه‌ای و دولت مورد اعتمادش جدی گرفته نمی‌شود و بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد که هنوز هم میلیون‌ها نفر از مردم ایران
مستقیم و غیر مستقیم درگیر آن هستند. با افزایش شدید بهای نفت و مدیریت اشتباه این منابع مالی فراوان، حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار می شود. بهای ملک و زمین به طرز بی‌سابقه‌ای در مدت کوتاهی افزایش می‌یابد و تورم نیز روز به روز بیشتر می‌شود و حتی به بیش از 40% می‌رسد. یکی از مؤسسات در ابر بحران مؤسسات مالی در ایران مؤسسه منحل شده میزان هست. مؤسسه میزان در ابتدای دهه 80 با مجوز وزارت تعاون در استان خراسان تشکیل شد و شکل گرفت، مثل بسیار از مؤسسات دیگه که مجوزشون از همین وزارت تعاون گرفته بودن. قرار بود که در محدوده جغرافیایی مشخصی بخواد استمرار داشته باشه و کار بکنه، اما مثل بسیاری از مؤسسات دیگر از اون محدوده جغرافیایی خودش خارج شد. عمده ترین اصلی ترین افراد تشکیل دهنده و مؤسسه میزان قضات شاغل و بازنشسته بودند. سوء استفاده ای که شد این بود که از اعتماد مردم نسبت به دادگستری، نسبت به نظام عدلیه در واقع سوء استفاده کردند اینها. یکی از نماینده های مجلس توضیح داده در این زمینه که وقتی بسیار از مالباخته ها برای شرح ماجرا به مجلس شورای اسلامی رفتن، اینطور توضیح میدادند که بسیاری از کارهای اداری و شعبات مؤسسه منحل شده میزان اساساً در تمام دادگستری بود و آرم این مؤسسه هم بسیار شبیه آرم دادگستری بود و به خاطر همین تونستن که اعتماد بکنن به مؤسسه میزان. از طرفی میگفتن که چون این کارهای اداری در درون دادگستری انجام میشد، حتی پیش از ورود به اونجا اینا مالباخت‌ها بازرسی بدنی میشدن، بنابراین مالباخت‌ها میگفتن که ما در کجا به کجا بیشتر از همچین مؤسسه‌ای میتونستیم اعتماد بکنیم. منطقه اشتباهی که شد، یعنی یکی از اشتباهایی که شد این بود که این قضات و در واقع مؤسسان مؤسسه میزان چون با علم اقتصاد آشنا نبودن و نیستن وارد بازارهای پرریسک شدن. مثلا به طور عمده‌ای رفتن در پدیده سرمایه گذاری کردن. تنها در یک رقمی که اعلام شده گفته شده که پدیده بیش از 500 میلیارد تومان به مالباخته های مؤسسه میزان بدهکار هست. بعضی از اشکالاتی هم وجود داشت، من جمله در همین مؤسسه اعتباری که این وقت چند وقت ما درگیر اون هستیم. من تشکر میکنم که قوه قضاییه هم وقت گذاشت روی مسئله. تو این جلسه هم بحث شد که حتما ما سیانت میکنیم از حقوق مردم و این مسیری که الان گفته شد تا 200 میلیون به همشون پرداخت بشه با سرعت بیشتری بده انجام بشه و ما بقیه هم برش در این مؤسسات عملا خارج از چارچوب بانک‌های دولتی قرار می‌گیرند و از این رو شماری از چهره‌های پرنفوذ سیاسی و اقتصادی برای فعالیت در چنین نهادهایی انگیزه مضاعفی پیدا می‌کنند. چطور ممکنه که یک مؤسسه اعتباری که با پول سرمایه و هزینه‌های مردم سر کار داره، قارچ‌گونه تو تمام سطح شهر تهران بیاد شعبه بزنه؟ من نوعی بیشتر از 4 سال و نیمه توی این مؤسسه پول گذاشته بودم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. اول اسمش آرمان بود، بعد شد فرشتگان و بعد هم اعلام کردن که قراره بشه کاسمیان و ما طبق اون پیشینه قبلی که بهمون داده بودن و با مشاهده و رؤیت جوازهایی که پشت شیشه سریالی نصب کرده بودن و امضای بانک مرکزی روش بود، مجدداً اقدام به سپرده گذاری کردیم. من نوعی الان از دار دنیا یه خونه دارم، اونو رهن دادم، خودم مستاجرم که از قبل سودی که از اینجا میگرفتم زندگیمو تأمین کنم و در این حال به یه زخم زندگیم بزنم. 7 ماهه که از این سود خبری نیست، حالا به هر دلیل که الان عنوان میکنم، الان میگن اگر هم
سودی بهت پرداخت شده از اصل پولت کم میکنی، که این عین بی‌انصافیه. من نوعی از کجا اطلاع داشتم که این پول قراره که از اصل پول من کم بشه؟ که اگه قرار بود این بشه، خودم از اصل پولم میشستم خیلی زیبا میخوردم، نمی آوردم بذارم اینجا که دیگران از اصل پول من استفاده کنن، یا به قولی پرداخت کردم به من. این پرسش مطرح میشه که آیا جمهوری اسلامی میتونه این معضل سیاسی و اقتصادی رو حل بکنه؟ ببینیم تبهکاری بزرگ در قالب مؤسسات مالی و اعتباری که به رسوایی عظیم سال 1396 کشانده شد، هزاران نفر رو به خیابانها کشوند، تا به امروز به اندازه زیادی مسکوت باقی مونده و عوامل که باعث و بانی این وضعیت بودند به پای میز محاکمه کشانده نشدند. و دلیل اون هم روشنه، در رأس این مؤسسات افرادی هستند که صاحب نفوذند، قدرتمند هستند و کسی جرأت نمیکنه واقعا به اونها دست درازی بکنه، از اونها مسئولیت بخواد و بگوید که با دارایی های مردم چه کردند. به عنوان نمونه، نماینده رشت از قول آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نقل میکنه که رئیس یکی از همین مؤسسات که سواد درست حسابی هم نداشت 12,000 میلیارد تومان پول مردم رو جمع کرده بود، با اسلحه وارد بانک مرکزی میشد، حتی رئیس کل بانک مرکزی رو هم تهدید میکرد. با توجه به فاجعه ای که این مؤسسات به وجود آوردن، میبایست محاکمه مسئولان اونها در رأس وظایف دستگاه قضایی ایران قرار بگیره، ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و افکار عمومی کشور نمیدونه که چه شد چنین مصیبتی دامن نظام بانکی و دامن پسنداز کنندگانی رو گرفت که مال زیادی هم نداشتند. خب اگر تا امروز کاری انجام نگرفته، چه دلیلی داره که بعد از این وضع تغییر بکنه؟ وضع میتواند زمانی تغییر بکنه که افکار عمومی احساس بکنه در زمینه‌های گوناگون و به خصوص در مورد دستگاه قضایی فساد از این دستگاه رخت بربسته و این دستگاه تصمیم گرفته به سراغ تبهکارانی که از نفوذ و قدرت هم برخوردارند بره و اونها رو به پای میز محاکمه بکشه. واقعیت در درجه اول لازم هست این رو بیان کنم که جدن من خیلی متاسفم از بابت مشکلاتی که برای هموطنان عزیزمون ایجاد شده. من میپذیرم و قبول میکنم که بعضی از این عزیزان نمیدونستن، نگاه میکردن میبینن که خب یه جایی با شکل و شمایل بانک داره فعالیت میکنه، دیگران هم مراجعه میکنن، خب اینا هم مراجعه میکردن، مقایسه میکردم میدن خب این نرخ سود بالاتر میده، بانک ملی مثلا این درصد رو میده، اینجا 4% بیشتره، دو تا چارت ریاضی خلاصه پولی میبردم اینجا. لذا اینا طبیعیه، یعنی برای من کاملا روشنه و از این بابت جدا متاسفم. ولی یه مطلبی وجود داره، اون چیزی که به دوره ما مربوط میشه و از دولت 11 شروع شد، من واقعا بنا به احساس خطری که میکردم، چون میدونین این فعالیت های غیر مجاز ماهیتش اینه که روز به روز مشکل بزرگتری رو با خودش ایجاد میکنه و میبره جلو.
مثل یه بهمنه، چون نمیتونه فعالیتی اتفاق بیفته که بتونه اون رقمای سود رو محقق کنه. علاوه کسی که همچین تشکیلاتی رو انداخته ناگزیره از سپرده‌های جدید بگیره به مصرف سود به سپرده‌گذارای قدیم برسونه، و این شکاف و تفاوت بین دارایی و بدهی روز به روز بزرگتر میشه. در یه مقطعی به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود داشته، بخشی از این میتونسته با تورم حل بشه. مثلا یه ملکی رو میخریدن و بعد در سال 20% 30% قیمتش افزایش پیدا میکرد، در ظرف 3-4 سال که میگذشت دو برابر میشد. این یه ارزش افزوده ایجاد میکرد، بخشی از اون نیاز رو تأمین میکرد و اون مشکل با سرعت بروز پیدا نمیکرد. و سعی کنیم که به تدریج با منطق با تدبیر این مشکل رو حل کنیم، این مشکل رو حل کنیم، این مشکل رو حل کنیم، این مشکل رو حل کنیم. هفته قبل آقای سیف توی روزنامه ایران صفحه اولش نوشته بود که ما خط اعتباری میدیم به کاسپیان و به اصطلاح 87% پولاشون تا 20 میلیون 10 تا 20 میلیون اینا رو تسویه میکنیم، مابقی هم متعاقبا اعلام میکنیم. خبر خوشی باشه براتون، روز پنجشنبه چند روز پیشم با صفحه وسط صفحه ایران زده بود باز از قول آقای سیف که نگران نباشید خط اعتباری میدیم مشکلتون حل میشه، ولی الان اومدیم رجوع کردیم میگن میخوان از سودایی که گرفتیم کم کنیم. اصلا کجای دنیا کسی که قرارداد میبنده اینجوری میزنه زیر قراردادش؟ صحبت من درد مردم رو حل کنم. واقعا این منشور مردم نیستش که بگه منشور مردم هست، خیانت به مردم. خیلی ممنون. در این شرایط مؤسسات مالی و اعتباری با راه اندازی شعب متعدد در سراسر کشور پولهای نقد مردم را در قالب سپرده و وعده پرداخت سودهای بالا جذب می‌کنند و وارد نوعی دلالی و واسطه‌گری می‌شوند. سود ماهانه این مؤسسات همواره بالاتر از سود بانک‌های دولتی است و حتی برخی سپرده‌گذاران پرنفوذ با مبالغ خاص سودی بالای 80% دریافت می‌کنند. همزمان ما میدونیم که در سطح بین الملل در چارچوب قوانین بین المللی قوانین هستن به نام بال 1، بال 2، بال 3 که نظارت کامل رو به وجود آوردن برای بازارهای مالی و بانکی در سراسر جهان. به عنوان مثال در آمریکا SEC داریم یا در فرانسه IMF داریم که این نهادها وظیفه‌شون این هستش که از یک طرف مطمئن باشن که یک گردش سالم و کاملا آزاد و کامل اطلاعات وجود داره از طرف این سازمان‌های مالی که مردم دارایی‌هاشون رو اعتماد می‌کنن و اونجا می‌گذارند، که مردم با آگاهی کامل از تمام جزئیات کار این سازمان‌ها بتونند اعتماد بکنند و پولشون رو اونجا بگذارند. و از اون طرف هم این نهادها مثل SEC و IMF یک نظارت کامل و فشرده‌ای دارند روی این سازمان‌های مالی و اینطوری نیستش که مثل ایران بتونند این سازمان‌ها بدون مجوز ولی همزمان با یک پشتیبانی کامل از دولت مردان جمهوری اسلامی بتونند این کار رو بکنند و یک سیستم کلان فاسد کلاهبرداری بتونن سازماندهی بکنند. و نتیجهش این هستش که ما میدونیم که نزدیک 7% تولید خالص ملی به باد رفت، یعنی بیش از 30 میلیارد دلار ثروت مردم ایران در این کلاهبرداری از بین رفته. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که پیش از ایجاد چارچوبی برای نظارت بر این گونه مؤسسات و نهادهای مالی، حدود 6000 مؤسسه ریز و درشت با مجوزهای وزارت تعاون و نیروی انتظامی تأسیس می‌شوند و بدون کمترین حساب و کتاب و نیاز به جواب پس دادن میلیاردها تومان نقدینگی کشور را تحت کنترل خود قرار می‌دهند. خب ما رسیدیم به یک مشکل، به این مشکلی که این صندوق‌ها برای مردم ایجاد کرد. خب یک راه این بود که بگیم خب به ما ربطی نداره، یک صندوق اعتباری غیر مجاز بوده، مردم رفتن، این کاری که نمیتونستیم بکنیم.
به هر حال مردم به یه دلیلی به اون صندوق اعتماد کردن، حالا به هر دلیلی بوده، مجوز داشته یا نداشته، مردم اعتماد کردن به اون صندوق رفتن و مشکلی پیش آمده. دولت باید این مشکل حل بکنه. من این نکته رو باز بخوام به مردم عرض کنم، وقتی میگیم دولت حل کنه یعنی از جیب مردم حل کنه. یادمون نره دولت پولی نداره، تمام پول دولت متعلق به مردم هست، مال مردم هست. وقتی ما میگیم یک صندوقی که ورشکست شده دولت بیاد پولش بده، یعنی از مردم بده، یعنی همه مردم بیان بابت ورشکستگی یک صندوق، همه بیان مشارکت کنن، همه بیان پول بدن. یک میلیارد و 200 میلیون تومان اصل پولم بوده، بعدن سپرده گذارهایی که بالای 200 میلیون داشتن بهشون فقط 200 میلیون تومان دادن، سپرده گذارهایی که پایین 200 میلیون تومان داشتن بهشون هر چقدر داشتن دادن، البته سودا رو ازشون کم کردن. من محمد رضا رات هستم. نزدیک به 1.5 میلیارد تومان منو این مؤسسه بلوکه کرده و پرداخت نمیکنه. البته یه پرداخت جزئی در سال 96 اتفاق افتاد که اون هم بعد از اینکه برج 2 بعد از 6 ماه که این پول رو تو حسابای خودش متوقف کرد، برج 8 این پول رو به سپرده گذاران داد و ما بقیه پول رو هنوز به کسی پرداخت نکرد. در خرداد ماه سال 1394 یکی از مقام‌های مسئول رسماً اعلام می‌کند که بیش از 7000 مؤسسه مالی در ایران وجود دارد و از میان آنها حدود 6000 مؤسسه مالی بدون مجوز هستند. سوال اینجاست چطور میشه این همه شعبه مختلف، صدها شعبه در اصلی ترین خیابان‌های تهران و شهرستان‌های اصلی کشور، شهرهای اصلی کشور باز بشه و این فساد بسیار کلان و سیستماتیک برگزار بشه، اجرا بشه و استمرار داشته باشه بدون اینکه مقام‌های اصلی کشور اطلاع داشته باشن؟ این چیزی نیست غیر از یک فساد سیستماتیک، یک فساد بسیار بزرگ. همه نهادها، همه ارگان‌ها به نوعی باش دخیل بودن و میدونستن با اطلاع این نهادها داشت این فساد استمرار پیدا میکرد. در ابتدا قرار است این مؤسسات در محدوده جغرافیایی محدودی، مثلا در یک استان فعالیت کنند، اما به دلیل خلأ قانونی و امکانات مالی فراهم شده از طریق سپرده های مردم، رفته رفته از این محدودیت خارج میشوند و ابتدا در استانهای همجوار و سپس کمی دورتر و حتی در سراسر کشور به ویژه در مراکز استانها دفتر دایر میکنند و شعبه میزنند. خب در این شرایط دولت روحانی تصمیم عجیبی گرفت و اون تأمین بخشی از خسارت مال باختگان بود از خزانه دولت، یعنی از پول مردم. به عبارت دیگر به جای اعمال سختگیری و مجازات علیه صاحبان این مؤسسات که پول مردم رو بالا کشیده بودند، اونها رو به این روز انداخته بودند، دولت از کیسه شهروندان هزینه کرد تا صدای اعتراض رو خاموش کنه. رقم هزینه شده چیزی بود بین 11000 میلیارد تومان تا به روایتی 20000 میلیارد تومان. یادمون نره بیش از 11000 میلیارد تومان بانک مرکزی پول گذاشته برای اینکه بتونه این 98%ی که ما گفتیم مشکلاتشون حل و فصل بشه، حالا ممکنه اون 98% هم 100% راضی نباشن، من کاری ندارم. این مؤسسات برای جلب اعتماد مردم از الفاظ و عبارات دینی مذهبی استفاده می کنند. از جمله مؤسسه سامن الحجج در معرفی خود پای تمام مقدسات مسلمانان را وسط می کشد و می نویسد که این مؤسسه به نام مبارک حضرت سامن الحجج علیه آلاف تحییت و سنا مزین شده و با شعار اقتصاد معنویت بر مبنای اقتصاد منبعث از معارف اسلام و قرآن و سیره ائمه معصومین با توکل به حضرت باری تعالی و در سایه عنایات خاصه حضرت علی ابن موسی رضا و ولی عصر فعالیت میکند. یکی از اتفاقایی که افتاد سوء استفاده از باورهای دینی و مذهبی مردم بود. به عنوان مثال مؤسسه عسکریه، این مؤسسه در سال 1366 تشکیل شده، اونطور که خودشون اعلام کردن و نوشتن که در شب ولادت امام حسن عسکری تأسیس شد و فعالیتش خودش رو آغاز کرد. اصلا مشخص نیست امام حسن عسکری مگه مؤسسه مالی داشت؟ مگه امام حسن عسکری فایننس خونده بود که ربط میدن به این موضوع؟ چیزی غیر از سوء استفاده از باورهای دینی و مذهبی مردم
نیست. این شرایط همینطور ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به یک ابر بحران، به طوری که بخش بزرگی، بخش بسیار بزرگی از بازار پولی و مالی کشور در اختیار مؤسسه‌های مالی قرار گرفت. مقام های مسئول در جمهوری اسلامی رقم های بسیار تکان دهنده ای رو در این زمینه اعلام کردن. رئیس وقت بانک مرکزی گفته بود که اساساً 25% از کل فعالیت بازار پولی کشور در اختیار مؤسسات مالی هست، یا 20 میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این ابر بحران هستند. 20 میلیون نفر معادل 1/4 کل جمعیت کشور هستش. آرام آرام اما بحران شروع می شود. به دلیل کاهش تدریجی و محسوس بهای نفت، حجم نقدینگی در جامعه کاهش پیدا می کند، قیمتهای نجومی ملک و ساختمان رو به کاهش می گذارد و دیگر خبری از ساخت و ساز و دلالی ساختمان نیست. حتی رکود بر بازارهای ساختمانی سایه می اندازد. از سوی دیگر، از سال 1392 نرخ تورم کاهش می یابد و به کمتر از نرخ سود بانک ها و مؤسسات مالی می رسد. برخی از موارد هم بوده که به هر حال مؤسسات دچار مشکلاتی بودند، مردم گرفتار شدند. تصمیم بر این شده که نمایندگان رؤسای سه قوه این مسئله رو دنبال بکنن، هر چه سریع‌تر بتونیم این مسئله رو حل بکنیم. مردم عزیز ما توجه دارن وقتی یک مؤسسه دچار مشکل میشه، ضمن اینکه ما وظیفه داریم مشکلات مردم رو حل بکنیم، مردم گرفتار نشن، اما از اون ورم بانک مرکزی محظوراتی داره. ما نمیتونیم بگیم از پول بانک مرکزی برای حل و فصل این مسائل استفاده بشه. خب اعتباری میتونه بانک مرکزی در نظر بگیره، ولی به هر حال باید بعد تأمین بشه اون اعتبار، و برای این کار هم سه قوه باید با هم همکاری بکنن. برای آینده هم باید برنامه ریزی کنیم، هم مردم باید حواسشون جمع باشه. از گوشه و کنار ریس خبر میرسد که نظام به دلیل تحریم‌های شدید ناچار به توافقی هسته‌ای با قدرت‌های غربی تن می‌دهد و قرار است از ریسک بازار و اقتصاد ایران کاسته شود. به این ترتیب مردم دیگر همچون گذشته تمایلی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی ندارند و مهمتر از آن، مؤسسات مالی نیز به دلیل رکود در بازارهای ساختمان، طلا و ارز پولی برایشان باقی نماند تا سودهای بالای سپرده مردم را پرداخت کنند. در نتیجه مؤسسات مالی در سراشیبی شدید قرار می‌گیرند و در عمل به تعهدات مالی و پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران ناتوان می‌شوند و مرتب امروز و فردا می‌کنند. الان بچه‌م تو بیمارستان، خدا شاهده تو آی سی و بیمارستان ساسان، برم بپرسم همه اینا یه عکس بچه‌م تو بیمارستانه. شبیه یه دونه آمپول بهش میزنن 1 میلیون. اینای بچه‌م تو آی سی و بیمارستان ساسان خوابیده. الان من نمیدونستم این خبر است، اومدم برم قشم مثل بچه آدم پولم رو بگیرم. پول پفک بچه‌ت هم نمیشه. شالا امیدوارم بچه‌ت رو میره بقیل بچه من بخوابه. خب این پول منو بدیم، من که سود نخواستم 15 میلیون با به من. سپرده‌گذاران به روال سابق همچنان منتظر دریافت سودهای ماهیانه‌شان هستند، اما سودی به حسابشان واریز نمی‌شود. رفته رفته با پر شدن کاسه صبر سپرده‌گذاران، صدای اعتراض از شهرهای مختلف بلند می‌شود. مقام‌های دولتی نیز تازه از بمبی با خبر می‌شوند که زیر پوست اقتصاد مملکت تیک تاک می‌کند و دیر یا زود منفجر خواهد شد. ماجرا بالا می‌گیرد. دیگر پرده‌های پنهانکاری فرو افتاده است و همه از یک ابر بحران سخن می‌گویند. همه، حتی مقام‌های مسئول. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک‌های صادرات و تجارت، در بهمن ماه سال 1395 می‌گوید: با اطمینان کارشناسی به مردم می‌گویم تک تک این مؤسسات مالی و اعتباری به زودی ورشکست می‌شوند. هر کس رانت بیشتری دارد از پس بانک مرکزی برمی آید و این مهمترین مشکل نظام بانکی ماست. قانون اجرا نمی شود.
این مؤسسات توسط کسانی اداره میشه که صلاحیت علمی، فنی و اخلاقی برای اداره کردن ندارن و از ابتدا هم نداشتن، مثل پزشکی قلابی که ممکنه بره مریض رو بخواد معالجه کنه و خراب کنه. منطقه مراجعین به پزشکی قلابی معدودن، 5 تا 10 تا 20 تا، ولی مراجعین به این مؤسسات متاسفانه صدها هزار نفرن. به این دلیل تبدیل شده به بحران اجتماعی. چرا اتفاق افتاده؟ اول اینکه خب این کسانی که این مؤسسات رو انداختن یک از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودن که تونستن قانون رو دور بزنن، اجرا نکنن، بدون مجوز مثل اون پزشکی قلابی مطب بزنن، مغازه باز کنن و سر تا سر ایران شعبه بزنن و از مردم سپرده بگیرن. بانک مرکزی در نخستین اقدام سعی می‌کند با ادغام چند مؤسسه در یکدیگر و ایجاد نهادهای جدید بحران را مدیریت کند، اقدامی که بی‌فایده است. اصلی‌ترین مؤسسات مالی ورشکسته و دچار بحران عبارتند از کاسپیان، ایرانیان، افضل طوس، آرمان وحدت و سامن الحجج. به ویژه تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه اعتباری کاسپیان که از مجوز رسمی بانک مرکزی نیز برخوردار است، در ابعاد بسیار وسیعی برگزار می‌شود. کاسپیان در آذر ماه سال 1394 در اداره ثبت شرکت‌ها به شماره ثبت 48345 و شناسه ملی 1400-543-2871 به ثبت می‌رسد و تنها 3 ماه بعد در 27 اسفند ماه سال 1394 با اخذ مجوز رسمی فعالیت به شماره 94-390-539 از سوی بانک مرکزی در دولت حسن روحانی رسماً به شبکه بانکی کشور می‌پیوندد. نکته مهم این هستش که در ورای این فروپاشی اقتصادی، در ورای این ابر بحران مؤسسات مالی، حتی در ورای آقازاده هایی که میلیاردها تومان از پول و حاصل سالها دسترنج مثلا بازنشسته ها رو برداشتن و به کسی اساسا پاسخگو نیستن، در ورای مهران مدیری و احسان علیخانی گزارش ها، تایید ها و تکذیب ها، اون چیزی که هست اینه که ما میتونیم بفهمیم اساساً اقتصاد جمهوری اسلامی چه اقتصادی هست. اقتصادی که در اون مؤسسات مالی تشکیل میشن با مجوز، بدون مجوز، مجوزهایی که داده میشه و بعد کنسل میشه و در تمام اینها مردم رو تشویق میکنن که به جای اینکه یک کارگاه ایجاد بکنن، یک واحد تولیدی، یک مغازه، یک جایی که بشه اشتغال ایجاد کرد بخوان تشکیل بدن، میگن پولتون رو بیاریم بدیم به ما، در اینجا پسنداز بکنیم، ما به شما سود میدیم و پولی که اساسا در خود کشور هم هزینه نخواهد شد که مردم لااقل از این لحاظ خوشحال باشن که این پول صرف آبادانی این کشور خواهد شد. نه، این پول فرستاده میشه برای لبنان، این پول فرستاده میشه برای سوریه، این پول فرستاده میشه برای حزب الله. بنابراین تصویر کلی این هستش که این اقتصاد چنان بیمار هست که شما رو به جای اینکه تشویق کنه به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، در ایجاد اشتغال، شما رو اتفاقا تشویق میکنه به رکود و این قضیه دامن میزنه به بیکاری. در واقع بحران مؤسسات مالی صرفا یک قطعه است از زنجیره ناکارآمدی، زنجیره فساد، زنجیره یک حکمرانی با کیفیت بسیار پایین در جمهوری اسلامی. درسته که قطعه و عضو بسیار مهمی هست که میلیون ها نفر از کشور رو درگیر خودش کرده، حاصل سالها دسترنج افراد رو، شاید بیش از 30 سال دسترنجشون رو برباد داده، اما باید بدونیم که مشکل صرفا مؤسسات مالی نیست، مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی و شاید به تعبیر بهتر و دقیقتر مشکل خود جمهوری اسلامی است که همچین اقتصادی داره که مرتب به فساد و به ناکارآمدی و به بیکاری دامن میزنه. نگاهی به موقعیت جغرافی مؤسسات مالی بحران زده خود پرده از بسیاری حقایق کنار می‌زند. اغلب مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته و بحرانی در استان خراسان با مجوزی از سوی اداره کل تعاون این استان به ثبت می‌رسند. از جمله مؤسسه تعاونی اعتباری میزان، تعاونی اعتباری فرشتگان، مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج، تعاونی اعتباری افضل طوس و تعاونی اعتباری وحدت همگی در استان خراسان به ثبت می‌رسند و فعالیت خود را ابتدا در محدوده جغرافیایی این استان آغاز می‌کنند. با
عمق این فساد و فاجعه اقتصادی به حدی است که 10 میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر خود می‌کند و مردم در اعتراض به نابود شدن سرمایه حاصل از سال‌ها کار و زحمت خود به خیابان‌ها می‌آیند. بابا من هیچی ندارم یا این زندگی توی خراب شده است. خواهش میکنم درک کنید رئیس کل بانک مرکزی نیز میگوید که شخصی مبلغ 23 میلیارد تومان از سال 92 تا 94 نزد مؤسسه سامان الحجج سپرده داشته و ماهانه 89% سود دریافت میکرده. شخص دیگری هم 11 میلیارد تومان سود دریافت کرده است. مقام‌های مسئول و اصلی ترین افراد در مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته، اما با ترفندهای مختلف همچنان برای حفظ منافع و اموالی که در این مدت به جیب زده اند تلاش می کنند. از جمله این که در پی آغاز بررسی نهادهای امنیتی در شناسایی اموال و دارایی‌های نقدی و غیر نقدی این مؤسسات، بلافاصله پول نقد و دارایی‌هایشان را به نام افراد معتمد و نزدیکشان تغییر می دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 1396 میگوید بررسی ها نشان میدهد که دارایی های مؤسسه کاسپیان به حساب هایی به غیر از نام این مؤسسه منتقل شده است. مؤثرترین وسیله برای جلوگیری از ایجاد چنین بیماری هایی که ناشی از وجود دارایی های سمی است در اموال بانک ها و مؤسساتی که به این سرنوشت دچار میشن، مهمترین وسیله این هست که کشور صاحب یک بانک مرکزی نیرومند و صاحب اعتبار بشه، بانکی که بتواند واقعا نظارت بکنه بر نظام پولی یک کشور، از اونها حساب و کتاب بخواد و نهادهای مالی از این بانک مرکزی واقعا واهمه داشته باشند، بدونن اگر دست از پا خطا کنند مورد پرسش قرار میگیرند. نگاهی کوتاه به کامنت های شماری از مالباختگان این مؤسسات در فضای مجازی به روشنی نشان میدهد که چه کسانی با چه وضعیتی تمام دار و ندار خود را با هزار امید و آرزو به این مؤسسات سپردند. پیرزن 80 ساله و بدون مستمری که تنها منبع درآمدش همین سود مؤسسات بوده. بیمار دیالیزی که حالا غم و نگرانی اندک سرمایه بر باد رفته اش نیز بر بیماری کلیه‌اش اضافه شده. پدر بزرگ و مادر بزرگ بازنشسته‌ای که به امید اندک توان اقتصادی برای خریده هدیه‌ای برای نوه‌شان تمام هست و نیستشان را به چنین مؤسساتی سپردند و میلیون‌ها مال باخته دیگر، همگی قربانی نظام و مسئولانی شدند که جانماز آب می‌کشند، از مقدسات مردم برای بالا کشیدن پول آنها استفاده می‌کنند، میلیاردها میلیارد پول مملکت را برای فلسطین و لبنان و سوریه می‌فرستند. اینم هم بعد یه قرار دادم بفرمایید که مستجرم که دیگه میشینن اینم بعد یه قرار دادم بخونید ما تبدیل خدا اینم بعد یه قرار دادم مستجر حجم نامه بیمار سرطانی بخونید آیا پونه من خوردن داره تو رو بخونا بگید پونه من خوردن داره بردش نمیشه نباخونید حضرت هم اما به همین هم قانع نیستند و پسنداز مردم را نیز با دروغ و نیرنگ و وعده‌های پوشالی چپاول می‌کنند و سرآخر انگشت اتهام و توهین را به سوی همین مردم و سپرده‌گذاران نشانه می‌گیرند. پول ما امانت، کار شما خیانت.
تصویر خلاصه است از داستان تلخ مؤسسات مالی اعتباری و بلایی که بر سر روح و روان مال و زندگی میلیون ها ایرانی آوردند. در برنامه بعد خواهید دید فساد مالی گسترده در همه نهادهای حکومتی فشار اقتصادی را در ایران به اوج خود رسانده، فقر فزاینده گریبان بسیاری از شهروندان ایرانی را گرفته، در حالی که هیچ مسئولی پاسخگوی جابجایی پولهای مال باختگان نیست، سرداران سپاه رخت مدیرعاملی برتن کردند و میلیاردها میلیارد از خزانه مملکت را به یغما بردند. صرف هزینه‌های هنگفت برای گروه‌های شبه نظامی در برون مرزهای ایران که می‌بایست به افزایش رفاه و آسایش مردم در ایران منجر شود، خشم و عصبانیت شهروندان را بیش از هر زمانی برانگیخت. هزینه‌های نظامی هنگفت که به سادگی می‌توانست راهگشای زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی درمانده باشد، اکنون صرف تغذیه و تحکیم گروه‌های شبه نظامی و تروریستی در کشورهای منطقه شده و زندگی مردم شریف و زحمتکش ایران زمین را به کابوسی تلخ و بی‌پایان مبدل ساخته. کابوسی که سپاه پاسداران یک تنه خالق آن بوده. هفته آینده ردپای پولهای شهروندان را در برون مرزهای ایران بر سرزمینهای هلال شیعی دنبال می‌کنیم. جولانگاه سپاه پاسداران برای صدور انقلاب فرقه‌ای ولایت فقیه در خاورمیانه. هلالی از آتش، خون و مرگ که از عراق و لبنان در مرز اسرائیل تا یمن و بحرین و سوریه میلیون ها آواره و هزاران کشته بر جای گذاشته است. صدای آمریکاست.